به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک که شما هممیهنان عزیزم. با رستاخیز سیمرغ همراه هستید با یک برنامه دیگر افشاگری در رابطه با اندیشکده کوروش و گروه ایرانگرایان. نخست سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان که در این سری برنامه ما را یاری کردید برای انتشارش و به صحبت ما گوش دادید. خدمتتون عرض کنم که در آغاز برنامه باید بگم یک سری از افرادی اومدن و در رابطه با برنامه قبلی هم ویدیو ساختن علیه من و جناب قاسمی در رستاخیز سیمرغ که فعالیت میکنیم و خب این طبیعیه و فکرش هم میکردیم چون قبلا هم از این چیزا زیاد دیدیم. اما بعضی از این افرادی که ما در رابطه باشون برنامه ساختیم اومدن یک سری کارهایی کردن که جدیده و پست گذاشتن، توییت زدن، کارهای دیگه ای رو کردن که اومدن مثلا جواب بدن، اما توجیه هایی کردن که بدتر خودشونو گیر انداختن. مثال عرض میکنم، چند وقت پیش امیر حسین اعتمادی توییتی زده بود در رابطه با این که من این حق رو دارم که خطا بکنم، اشتباه بکنم. در دنیای سیاست و اون هم زمانی که یک فردی مدعی هستش که تأثیرگذار هست مثل امیر حسین اعتمادی، خطا دیگه اسمش خطا نیست، اسمش خیانته. خطا زمانی بهش میشه اطلاق کرد که یک بار باشه، نه هر روز خطا بکنی. و افراد باید جایگاه خودشون رو ببینن و بدونن کجا هستن و آیا این حق رو دارن در قبال یک ملت، در قبال یک کشور دست به خطا بزنن یا نزنن. و نمیشه که یک نفری خطا بکنه، خودش خواسته باشه هم قاضی باشه و خودش هم به خودش عفو مشروط بده و بگه که باید چشم‌پوشی کنید از خطا. بنابراین آقای عبدالرضا احمدی اومده یک توییتی زده، اما قبل از توییتش بریم ببینیم که در یک مصاحبه نظر ایشون در رابطه با خلیج همیشگی فارس چیه. اینو میگم دوستان تا ببینیم در این گروه ایرانگرایان چه کسانی دور هم جمع‌آوری شدند. اگر هر گروهی باشه مثل فرشگرد، شبکه فرشگرد در آغاز کار اومد یک مانیفستی داد و ما باهاشون گفتگو کردیم، برنامه‌های متعدد گذاشتیم، در خصوصی صحبت کردیم و گفتیم اگر همیشه پایبند به این مانیفست باشید ما در کنارتون هستیم، اصلا پشت سرتون وامیستیم، حمایت میکنیم و میجنگیم، چون دنبال گذار از جمهوری اسلامی هستیم و این مانیفست یک مانیفست پرستانه است. و تا روزی که روی مانیفست داشتن حرکت میکردن، فعالیت میکردن، کوتاهی نکردیم. و دیدید همون موقع تمام کسانی که میتونستن به اینها حمله کردن تا اینا رو بزنن زمین نتونستن و کاری از پیش نبردن. اما موقعی که پاشون رو از خط قرمز گذاشتن اون طرف و اون مانیفست رو ندیده گرفتن، با کسانی مثل اسماعیل نوریعلا و شورای مدیریت گذار و شهرام همایون و حسن شریعت مداری و خیلی از این افراد ائتلاف کردن، نشست و برخاست کردن، رفتن اومدن و اون مانیفست رو ندید گرفتن و به اخطارهای ما هم توجه نکردن که آقا مسیرتون رو دارید اشتباه میرید، دارید از اون مانیفست بر میگردید و درگیر شدیم. بعدش دیدید که برنامه گذاشتیم و عملا شبکه فرشگرد نابود شد دیگه، شبکه فرشگردی وجود نداره. امروز قضیه اندیشکده کوروش و قضیه این ایرانگرایان یا هر گروه دیگه‌ای که بیاد خواسته باشه سر مردم و شیره به ماله و فریب بده، همین اتفاق میافته. ما نسل 57 نیستیم و امروز جوان ایرانی میدونه که اگر در سالهای قبل از 57 کسانی بودند که میتونستن افشاگری بکنن، شرایط براشون مهیا بود که بیان در رابطه با رولا خمینی بگن، بیان در رابطه با حزب توده بگن، در رابطه با کمونیست کارگری بگن، در رابطه با مجاهدین حرف بزنن، در رابطه با چریکان فدای خلق افشاگری بکنن، قطعا این اتفاقات رخ نمیداد. شاید یکی از ضعف‌های
بارز در سیستم امنیتی اون موقع همین مسئله بوده که افشاگری رو نذاشته اتفاق بیافته، از روشنفکران میهن پرست استفاده نکرده به عنوان سلاح یا درست استفاده نکرده به عنوان یک ابزار. در هر صورت امروز ما این کار رو انجام میدیم که فردا بتونیم سرمون رو بگیریم بالا و در نزد نسلهای آینده روسفید باشیم که ما تلاش خودمون رو کردیم. به همین دلیل به این افراد میپردازیم تا ببینیم شاکله اصلی این گروه کی هستش. اما دوباره عرض میکنم تمام افرادی که بهشون پرداخته میشه در برنامه های ما این حق رو دارن که در برنامه لایو حضور پیدا بکنن، در مقابل مردم، چشم تو چشم مردم صحبت کنیم و مطالب ما رو تکذیب بکنن و بگن که این واقعیت نداره، این اسناد دروغه. بریم ببینیم آقای عبدالرضا احمدی در یک مصاحبه در رابطه با خلیج فارس چی صحبت میکنه. آقایونی که مدعی هستید میهن پرستید، آقایونی که ادعا میکنید خیلی دغدغه ایرانو دارید، افرادی که به پادشاه حمله کردین در اون آخرین هشدار به آخرین ولیعهد ایران و به ناحق مطالب رو جعل کردید، تحریف کردید، چرا از این ویدیوها حرفی نمیزنید؟ چرا هیچ عکس العملی نشون نمیدید؟ آقای حجت کلاشی، آقای بابک شکرابی، آقای عرفان قانیفرد، آقای کیانی، چرا سکوت کردید در قبال این جمله‌ای که دوست شما، همپالگی شما بیان میکنه؟ چرا سکوت کردید؟ چرا عکس العمل نشون ندادید؟ بریم با هم دیگه ببینیم دوستان، برگردیم. احمدی خیلی کوتاه به این هم نگاه بکنیم که در واقع در روابط بین الملل ایران دموکراتیک پس از براندازی جمهوری اسلامی که شاه رضا پهلوی درباره صحبت میکنند، بحث اسرائیل رو مطرح کردن، بحث روابط با روسیه رو مطرح کردن. چقدر فکر میکنید که در واقع زمان لازم هست برای اینکه به اون نقطه برسیم که تمام دشمنی هایی که جمهوری اسلامی با کشورهای خارجی داشته به دوستی های داخلی تبدیل بشه؟ ببینید، وقتی که شما میخواید حکومت رو تعریف کنید، حکومت زمانی که برآمده از دل مردم باشه، خب مردم بارها گفتن که دشمن ما آمریکا نیست، پیام‌های دوستی میفرستن و امر ملی باشه، یعنی دولتی برآمده از ملت باشه، طبیعتاً پالسی که به جهان میده پالس متفاوت است با اینکه یک جمهوری ایدئولوژیکی و روی کار باشه که تمام هم و غمش منافع در واقع اون گروه اولیگارشی هستش که حالا دوربر خامنه ای هستن. به همین خاطر من مسئله سقوط رو به نظرم وقتی که اتفاق بیفته خیلی راحت و خیلی سریع می شود بعد از شکلی حالا اون مجلس مؤسسان و دولت موقت برآمده از دل آرای مردم، خیلی راحت می شود دوباره سفارت های امریکا اسرائیل رو در ایران داشت، باشون دیالوگ کرد و حتی کشورهای منطقه، کشورهای خلیج رو داشت و این در واقع باز شدن گفتگوی روابط بین الملل. یک بار دیگه دوستان دقت کنید، کشورهای خلیج، نه خلیج فارس. و حتی کشورهای منطقه، کشورهای خلیج رو داشت و این در واقع باز شدن گفتگوی روابط بین الملل خیلی سریع می شود در ایران شکل داد و اطمینان حاصل کنند که ایشون به جای اینکه استفاده کنه بگه خلیج فارس، میگه خلیج. آقای احمدی، با این جمله‌ای که شما گفتید و به جای واژه خلیج فارس که اسم اصلی اون خلیج هست و همیشه بوده و همیشه هم باقی خواهد موند، به چه کسی یا کسانی متعهد بودی که بگی خلیج؟ از چه کسانی پول میگیرید شما؟ به غیر از اینکه شما برای جدا شدن خلیج همیشگی فارس ثابت کردی که متعهد هستی در قبال یک سری افرادی، از این مصاحبه شما با این واژه چه برداشتی میشه کرد؟ شما خلیج همیشگی فارس رو میگی خلیج، خیلی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی که در همین شبکه‌ها حضور پیدا میکنن که از طرف تجزیه طلب‌ها هستن، اونها هم میگن خلیج. خیلی از کشورهای
حاشیه خلیج همیشگی فارس در مقالاتشون، در مطبوعاتشون، در رسانه هاشون اگر نگن خلیج با نام جعلی خلیج عربی یاد نکنن، اما نمی نویسن خلیج فارس، می نویسن خلیج، چون اونا دنبال این هستن که نام این خلیج رو تغییر بدن، از خلیج همیشگی فارس برسونن به خلیج عربی. اما شما که مدعی ایرانگرایی هستی، شما که مدعی مبارزه با جمهوری اسلامی هستی و شما که میدونی جمهوری اسلامی 44 ساله داره تلاش میکنه که نام خلیج فارس رو عوض بکنه و چه پروژه‌ای رو در اون منطقه اجرا کرده، شما چرا در یک مصاحبه رسمی در یک تلویزیون حکومتی به اسم رژیم اینترنشنال به جایی که بگی خلیج فارس گفتی خلیج؟ آقایونی که گروه ایرانگرا رو راه انداختید، بیا جوابگو باشید. شما میخواید ایران رو برای کی آزاد بکنید و دست کی آزاد بکنید؟ آیا شما شرایط لازم رو برای جمهوری اسلامی فراهم نمی کنید تا به ماها حمله کنند، تا به میهن پرستان حمله کنند، تا به جوانهای کف خیابون حمله کنند، تا تو برنامه هاشون بیان از همین ویدیوها استفاده ابزاری کنن، بگم ببینید مردم این یکی از کارشناساشونه، این یکی از افرادیه که در این گروه ها هست، این یکی از مخالفینه که دنبال تجزیه شدن ایرانه، دنبال عوض کردن نام خلیج فارسه. شما از کدام اتاق فکر دارید تغذیه میشید و چرا پرچمتون رو نمیارید بیرون مردم کاملا شما رو بشناسن؟ چرا دارید زحمت ما رو زیاد میکنید آخه که بیاییم برنامه بسازیم فقط شما رو افشاگری کنیم؟ اما دوستان، یکی از مهمترین مسائل در ابزارشناسی برای سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی که باید تشخیص بدیم این سازمانها چجوری نیروها رو میفرستن بیرون و برای چه منظوری، یکیش همینه. با همین مصاحبه در شبکه رژیم اینترنشنال، جمهوری اسلامی به راحتی میتونه استفاده ابزاری بکنه، همین یه تیکه رو پخش بکنه، مصاحبه خودش هم هست، صحبتش هم مقطع نشده، قطع نشده، کات نخورده، صحبت کاملش رو شنیدید همتون. اتفاقا زدم برگردوندم که دوباره بشنوید، خودتون میتونید توی یوتیوب در جای مختلف برید کاملش هم ببینید که همینه، همینو استفاده ابزاری میکنه در برنامه های مختلف برای سرکوب حق طلبی مردم ایران دارن، برای اینکه جوان ایرانی که میاد کف خیابون میگه من جمهوری اسلامی رو نمیخوام، همینه میزنه تو سرش، میگه ببین اونایی که میخوان بیان جای ما بشینن دنبال این هستن که ایران رو تیکه و پاره کنن. دیگه نمیاد از پشت پرده بگی که خود جمهوری اسلامی داره ساپورتشون میکنه که این اراجیفو در شبکه‌های خودش در خارج از ایران بشینن ببافن، اینا رو نمیاد بگه به مردم، همون یه تیکه‌ای که از ابزارش لازم داره استفاده میکنه و تمام. بعد خیلی راحت هم میتونه مردمی که میان کف خیابون رو به همین بهانه قلق و غم بکنه، چون صدای اصلی مردم رو نمیرسونن به جهان. الان این صحبت هایی که عبدالرضا احمدی مطرح کرد کدوم یکیش حرف مردم ایرانه؟ کدوم یکیش؟ اگر قرار باشه در آینده بعد از جمهوری اسلامی باز هم ما برای هر کشور دیگه ای، ما برای هر کشور دیگه ای شاخشونه بکشیم ارتباط نداشته باشیم، چه فایده ای داره؟ پس این حرف ملت ایران نیست، چون ملت ایران در طول هزاره ها ثابت کرده یک ملت صلح طلبه، دنبال جنگ نیست. ما تا سال 57 در ایران چطوری زندگی میکردیم؟ در مدارس، در دانشگاه ها، در تیم های ورزشی، در محل کار، در هر جایی که بگید هر نوع آدمی بود با هر نوع ایدئولوژی سیاسی، با هر نوع ایدئولوژی مذهبی، با هر نوع نگرشی، همه در کنار هم درس میخوندن، همه در کنار هم میشستن تو سالن غذاخوری غذا میخوردن، همه در همه جا میشستن و با هم صحبت میکردن، رفت آمد داشتن، بهایی بود، یهودی بود، کلیمی بود، زرتشتی بود، مسلمون بود، کسی با کسی مشکل نداشت. این جمهوری اسلامیه که اومد این کار کرد. امروز دغدغه ملت ایران، دغدغه آینده برای داشتن روابط با آمریکا و اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست آقای عبدالرضا احمدی.
اگر در فردای ایران یک حکومت مردم سالار بیاد زمام امور حکومت رو به دست بگیره، اگر دولتی که میاد یک دولتی باشه که تمام وزراش میان پرست باشن، قطعا تمام این روابط خارجی ما درست میشه، اصلاح میشه و میاد سر جای اصلیش وامیسته. ما با هیچ دولتی، با هیچ ملتی، با هیچ کشوری مشکل نداریم. ولی شما با این صحبت کردن ها داری آب و میریزی تو آسیاب جمهوری اسلامی بهرش رو ببره، چون این حرف حرف خود شماست نه حرف ملت ایران. اما بر اساس همون توییتی که تو برنامه قبلی از شما منتشر کردم، شما میای حرفای خودتو، ایدئولوژی که به دیکته شده، برنامه‌ای که به دیکته شده رو میاری میبری پشت قالب اسم مردم قرار میدی و از زبان مردمی صحبت میکنی که اصلا شما رو قبولت ندارن، اصلا شما رو نمیشناسنت، اصلا ارزشی برات قائل نیستن. اما بریم دوستان، یه توییت زده ایشون مثل امیر حسین اعتمادی باز، که اگر کسی حرفش رو عوض کنه اشکالی نداره، به همین راحتیه. یعنی ایران یک آزمایشگاه، مردم ایران هم موش آزمایشگاهی، یعنی هر زمانی هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و حرفش هم میتونه عوض بکنه، برنامهش رو میتونه عوض بکنه، اصلا مهم نیست. یعنی یک آش شعله قلم کار، هرچی ریختی توش بریز، فرقی نداره اصلا. نگاه این شخص به دنیای سیاست، به دنیای مبارزه با جمهوری اسلامی دقیقا همین چیزی که خودش نوشته. بریم با هم دیگه ببینیم، بخونیم، برگردیم. این که نظراتت را در رسانه آزاد بیان کنی و امروز تغییرش بدی نشان از آگاهیه. خب شما نظراتتو قبلا بیان کردی، بعد اومدی تغییرش دادی، میگی نشون از آگاهیه. وقتی شما آگاهی نداری و میدونی که احتمالا در آینده آگاه میشی، مگه بیماری داری؟ مگه سادیست داری که بیای بری در یک رسانه یک حرف مفتی رو بزنی، بعدن به علت رسیدن به یک آگاهی بیای تغییرش بدی؟ مگه مردم اینجا مچل تو هستن؟ این که یکی بیاد این صحبتها رو تختی کنه، این بحث تختی کردن خیلی مسخره است. یه ابزاری دستشون گرفتن که آقا تختی میکنید و نمیدونم از توش نمیدونم فلان و بیسار. نه، الان من حرف کامل خودتو گذاشتم، تختی هم نشده. فیلمه که اگر ادعا میکنی اینم تختی شده، فیلم اصلیشو خودت بذار. در رابطه با ما شما میاید میرید یک ویدیویی رو در رابطه با سعید سکویی صحبت شده، پادشاه صحبت کرده رو تختی میکنید، هم شما هم گذشته های شما هم اجداد شما میان میگن که این در رابطه با سعید قاسمی و مهران کمالپور، در صورتی که در رابطه با سعید سکویی بوده و هیچ ربطی هم به ما نداره. ما اصلش رو پخش کردیم، شما هم بیاید برید اصلش رو پخش کنید، بیاید اصلش رو پخش کنید دیگه. هر جایی که میگید تختی شده، خوشبختانه این ویدیویی که من گذاشتم کاملش بود، در این پرسشی که از شما مطرح شده، کل مصاحبه رو که من نمیتونم نیم ساعت عراجیفتو بیارم پخش کنم، یه سوال از شما شد، مسئله من نام خلیج بود که شما مطرح کردی که نگفتی خلیج فارس، و اینم مسئله دومته، این که نظرات در رسانه آزاد بیان بشه و تغییرش بدی. آقای عبدالرضا احمدی، یعنی شما به شعور سیاسی نرسیده ای، یعنی شما به بلوغ سیاسی که نرسیدی هیچی، حتی شعور سیاسی هم نداری و شما اجازه نداری در شرایطی که آگاهی نداری بیای نسخه بپیچی و بری عضو جایی بشی. حالا میخواد حزب سکولار دموکرات اسماعیل نوری علا باشه، شورای تجزیه طلبی حسن شریعت مداری باشه، شورای جمهوری اسلامی فؤاد پاشایی از داریوش همایون باشه، هر جایی که میخواد باشه باشه، چه برسه به این که خواسته باشید از نامی استفاده بکنید که مردم ازش یک خاطره خوب دارن به اسم حزب ایران نوین، و شما داری خیانت میکنی رسماً. رسماً و اساساً و عرفاً شما دارید به مردم، به ایران، به خون جوانای ایرانی دارید خیانت میکنید، دارید پا میذارید رو خون بچه های مردم. بریم ادامش.
اینکه یکی بیاد این صحبت ها رو تقطیع کنه و از توش به اصطلاح خودش کشفیات شبه انگیز منتشر کنه بیشتر شبیه بازی های ضد جنبش در به بیراه کشوندن جنبشه، چون تغییر تاکتیک مبتنی بر موقعیت روز رویه جنبش هاست. نه آقای عبدالرضا احمدی، خودتی، شما تغییر تاکتیک و در مسیر رسیدن به یک آرمان مشخص میتونی عوض بکنی، میتونی داشته باشی، تغییر تاکتیک مشکلی نداره که، اما تغییر ایدئولوژی در مسیر یک آرمان نمیتونی داشته باشی. آرمانت باید مشخص باشه، ایدئولوژیت هم باید مشخص باشه برای رسیدن به اون آرمانت، برای رسیدن به هدفی که داری براش میجنگی. شما میتونی از تکنیک ها و تاکتیک های مختلفی استفاده کنی. در بعضی از مواقع در میدان جنگ عقب نشینی خودش یک تاکتیکه، اصلا مشکلی نداره، اما شما نمیتونی بیای ایدئولوژی تو عوض کنی بگی تاکتیک عوض کردم. این خیلی مسخره است، این عوام فریبیه، این کاریه که جمهوری اسلامی 44 سال کرده، عوام فریبی، داری دروغ میگی به مردم. یا معنی تاکتیک رو نمیدونی، یا البته از اون جمله اولت که نوشتی و نقطه گذاشتی نشون داری میدی که واقعا آگاهی نداری. یا اینو من ازت قبول کردم که تو واقعا آگاهی نداری و باید هنوز تلاش کنی، فعالیت کنی، به اون شعور سیاسی برسی. اما این بخشی که میای به شعور مردم توهین میکنی و میگی این تغییر تاکتیکه و آدم میتونه هر روز تغییر تاکتیک بده، داری فریب میدی مردمو. برای چی؟ شما باید ثابت کنی. فردا هم میتونی بگی که خیلی خوب، من امروز که رفتم صحبت کردم در رابطه با ایرانگرایی شعورم نمیرسید، آگاهی نداشتم و امروز به آگاهی رسیدم و نه این دروغه. همین توییت شما داره اینو ثابت میکنه که فردا میتونی به این آگاهی برسی که تغییر تاکتیک بدی، بگی نه ایران باید تجزیه بشود. فردا میتونی به این آگاهی برسی و تغییر تاکتیک بدی که بگی آره باید آذربایجان هم مثلا جدا بکنی تو از ایران، کردستان هم تو میخوای از ایران جدا بکنی. چرا؟ چون قبلا این آگاهی رو نداشتی دیگه، به این شعور نرسیده بودی. حالا فردا میتونی تغییر تاکتیک بدی، اینو بخوای، اینا رو باید برای مردم روشن کنی. نمیتونی بیای بگی که من قبلا در فلان گروه بودم، الان به این شعور رسیدم، اومدم تو این گروه. خب فردا شعورت میخواد برسه به یه آگاهی، برسی بری توی یه گروه دیگه. نمیشه همچین چیزی. فعالیت سیاسی، کسی که یک بار یاد بگیرید از خیلی از کشورهای اروپایی که مثال میزنید برای مردم ایران، از خیلی از کشورهایی که واقعا شما اصلا شاید اونجا هم تبتون نگیره، برید حتی یک وعده غذا بخورید، یاد بگیرید از سیاست مداراش. چرا راه دور بریم؟ مکزیک، وزیر مسکن مکزیک یک قول داده بود به مردم و چون نتونست عمل بکنه جلسه خبری گذاشت و خودشو در مقابل دوربین رسانه ها زد، با تیر زد خودشو. تمام. یاد بگیرید، ما نمیگیم خودزنی بکنید. وقتی که چیزی رو بلد نیستید حرف بزنید، کنارگیری کنید برید. دنیای سیاست دنیای آزمون و خطا نیست اصلا. دنیای سیاست دنیایی که نباید توش خطا داشته باشی. دنیای سیاست دنیای شطرنج، اولین خطا تمام، آخرین خطا. شما ظاهراً بازی شطرنج سیاست و با بازی فوتبال گلوبالیستا و جمهوری اسلامی اشتباهی داری انجام میدی. هی پاسکاری میکنید تا ببینید که کجا میتونید گله رو بزنید، ولی کور خوندید. این از آقای عبدالرضا احمدی. آقای حاجتی در رابطه باش پرداختم، اما ایشون هم باز یک دستگل جدید به آب دادن و یک رشدوی زدن در 8 قسمت. میخواییم با هم دیگه یه مروری بکنیم ببینیم که این رشته توییت های آقای حاجتی چی میگه. ببینید
یک خلاصه رو دوباره بگم، یادآوری بشه براتون دوستان. آقای مهدی حاجتی نماینده دوره پنجم شورای شهر شیراز بوده، به علت اینکه افتاده دنبال کار دو هممیهن بهایی که اینها رو بتونه از زندان آزاد کنه، اونم فقط در طول 10 روز بازداشت میشه، 8 ماه در زندان بوده. بعد از اینکه حکمش قطعی میشه و دیوان عالی کشور هم بعد از اعاده دادرسی که داده دوباره حکم دادگاه نخست رو تایید میکنه، ایشون اون احضاریه رو میاره جلو دوربین نشون میده و میگه اگه دستتون رسید منو بکنید تو زندان، من از ایران خارج شدم. خب حکم دادگاهش هم برای این جرم حبسش 1 سال بوده و 2 سال تبعید به بیرجند، از شیراز به بیرجند. حالا ایشون اومده خارج از ایران، بلافاصله وارد مصاحبه های بسیار بسیار زیادی شده با رسانه های مختلف در مجامع گوناگون، اون ابزاری که میخواستن ازش ساختن و امروز حالا شما میبینید که اسمش در لیست ایرانگرایان هم هست. اما ببینیم نظر آقای حاجتی، آقای شکرابی، آقای قانیفر، آقای امیر حسین اعتمادی، آقای کیانی، آقای سعید قاسمی نژاد، آقایون همپالگی هاش که همتون با هم دیگه رفتید توی یه جا، ببینیم نظرش چیه در رابطه با این توییت هایی که زده 8 قسمت، چی رو میخواد برسونه هم به شما هم به مردم، یه مقدار شعور سیاسیتون رو ببرید بالا. وقتی کسی میاد ازتون انتقاد میکنه، بشینید به عنوان یک منتقد بهش گوش بکنید. اگر به فکر ایران هستید، اگر به فکر مردم ایران هستید، اگر واقعا یک اپسیلون که من میگم اون یک اپسیلون هم تو وجودتون وجود نداره، اگر یک اپسیلون شرف دارید بشینید گوش بکنید. این مردم جای زخم اضافی دیگه ای ندارن. شماها دارید همه رو منحرف میکنید، شماها اونی که میگید نیستید، دروغ دارید میگید. بنابراین دوستان بریم ببینیم این 8 رشتویی که زده پشت سرم چی رو میخواد بفهمونه و به کی میخواد بفهمونه. بریم ببینیم برگردیم. خب ما در ایران با بحران چهره سیاسی مواجهیم. پس بحثش در ابتدا میگه ما در ایران، یعنی مقولش مقوله جمهوری اسلامیه، چون ما فعلا در ایران نیستیم، براندازها در ایران نیستن. حالا شاید ایشون منظورش اپوزیسیون جمهوری اسلامی در داخل باشه که بسیاری از اونها امروز میدونید که اصلاح طلب هستن. حالا ما در ایران با بحران چهره سیاسی مواجهیم. چهره سیاسی میبایست در کوره سیاست و کار تشکیلاتی آبدیده شده و متولد شود. عجب. یعنی آقای مهدی حاجتی از بعد به تولدش در کار سیاست بوده، کار تشکیلاتی کرده، آبدیده شده، بعد به دنیا اومده. خب صرفا رفته توی کار شورای شهر که کارش رسیدگی به امور یک شهری مثل شیراز بوده، یه مدت کار کرده، جالبه، بعد ایشون دیگه واقعا آبدیده سیاست شده. الان حالا ببینیم چه نسخه هایی میپیچه. آبدیده شده و متولد شود، در صورتی که ما در ایران رسانه و شبکه اجتماعی را دستگاه تولید مثل چهره سیاسی کرده ایم. خب این یعنی همون چیزی که رسانه ها با پروپاگاندا سازی برای آقای مهدی حاجتی و سایر همپالگیاش میان ازشون چهره سیاسی مطرح میکنن، همون چیزی که اتفاقا ما هم داریم میگیم، ایشون هم تایید داره میکنه. خب در جاهای مختلف بهشون تریبون میدن، میکروفون میدن، صحبت میکنن، صحبتاشون پخش میشه، مطالبشون شنیده میشه تا مردم اینو اصلا بشناسن. چهره های متولد شده ای که یک مختصات مشترک دارن، تحلیلگران پسا واقع، یعنی یک اتفاقی رخ بدهد بعد اونا بیان تحلیل کنن
می بایست حتما واقعی رخ دهد و این افراد تحلیلی پسینی بر آن بزنند. این می شود که دست همه برای واقعی که در آینده است تهی است. واقعی به نام انقلاب. هیچ کس برای خلق واقعی این چنین در دستگاه سیاست پرورش نیافته است. این گونه است که ایده‌ای نه برای انقلاب است و نه چهره هایی که بوی کابینه یک دولت موقت را بدهند، چهره هایی که عمیقا ساختار دولت را بدانند و دولت سازی را بفهمند و موانع اجرایی این همه رویا و حقایق تلخ، حالا اینجا می‌خواستم بنویسم حقایق، نوشته حقایق، حقایق تلخ معوق مانده یک ملت را اندیشیده باشند و از تصمیم سخت در لحظات سخت نترسند. خب پس اینجا بیانگر چند موضوعه که آقای حاجتی در بخش دوم میگه ما چهره سیاسی نداریم. برای چی نداریم؟ به خاطر اینکه وقتی به یک واقعه به نام انقلاب نگاه میکنی، هیچ کس برای اون کار ساخته نشده، پرورش نیافته. خب آقای حاجتی، شما دارید این توییت و رشتو رو برای کی میزنید؟ دارید این مطلب و اندیشتون رو برای اصلاح طلبان و همپالگی ها و همکارانتون در جمهوری اسلامی میزنید یا برای براندازا؟ اگر برای اونها دارید میزنید که خب، پس توی گروه ایرانگرایان چیکار میکنید؟ چرا خودتون رو برانداز مینامید؟ اگر این رشتو رو برای همکارانتون در جمهوری اسلامی زدید، منظورم ها، گروه ایرانگرایان داره ادعا میکنه که براندازه. وقتی شما یک همچین توییتی رو برای همکارانتون در جمهوری اسلامی زده باشید، پس برانداز نیستید، چون دارید به اونا راحت میدید دیگه. اگر برای براندازها دارید میزنید، باید اینو قشنگ بفهمی و شعورش رو داشته باشی که سامانه پادشاهی بزرگترین و با تدبیرترین رهبر رو داره، نه تنها با تدبیرترین رهبر در ایران، بلکه در خاورمیانه و جهان، و اون پادشاه قانونی کشور ما رضا شاه دوم و پهلوی سومه. یعنی وقتی شما میزنید که هیچ کس برای خلق واقعی این چنین در دستگاه سیاست پرورش نیافته است، داری همه رو میکشی وسط دیگه. خب برای انقلاب که هست، پادشاه هست، چهره حالا میخوای برای چی؟ برای دولت. یعنی شما از شورای شهر اومدی بیرون، بهت پیشنهاداتی شده، رفتی وارد یک مسیری که راه رو برات هموار کردن تا بگن که آقای مهدی حاجتی مناسب وزارت هست و بیاد بره توی کابینه دولت. خب شما تا قبلش، تا سال 98 توی سیستم جمهوری اسلامی متعهد به قانون اساسی و ولایت فقیه بودی و تایید شدی، چجوری حالا اووردن بردن تو این گروه؟ خب معلومه که همتون از یه قماشید، این که اصلا مشکلی نیستش، ولی این که هنوز قوره نشده فکر میکنی که باید مویز بشی، خیلی جالبه که هنوز هیچی نشده، باید اگر پادشاه ما دولت موقتی هم تعیین کرده باشه، صحبت هایی هم کرده باشند و باید شما در جریان باشید، خب، و یکی از اعضای کابینه هم باشید، چون شما دارید مطلبی رو در بخش سوم توییتتون میزنید که هیچ دولت موقتی وجود نداره، هیچ کس برای کابینه ساخته نشده، هیچ چهره‌ای که بتونه کشور رو مدیریت بکنه نداریم. یعنی شما داری کد میدی به همکارانت در جمهوری اسلامی و داری دل مردم رو خالی میکنی که آقا بشینید سر جاتون، هیچ کس وجود نداره، و تو داری جنایت میکنی. آقای مهدی حاجتی، آقایونی که در گروه ایرانگرا هستید، شما با حضور این افراد خودتونم جانی و جنایتکار و خائنید. جالبه که نوشتی و از تصمیم سخت در لحظات سخت نترسند.
شما نمی ترسی؟ الان لحظه بسیار بسیار تلخیه برات ها. در آینده از این لحظه ای که داری این ویدیو رو میبینی برات خیلی ترسناکه. اگر واقعا میتونی در این لحظه تصمیم بگیری، تنها پیشنهاد من اینه که عقب نشینی بکنی و از این گروه خارجی بری. اگر اندازه سر سوزن شرف داری، اگر شرف نداری که فبل مراد، مسیر تو ادامه خواهی داد و معلومه که همه تون قشنگ میدونید دارید چه خیانتی به ایران و ایرانی میکنید برای حفظ جمهوری اسلامی و برای رسیدن به پوست اندازه جمهوری اسلامی. چجوری همدیگر رو چفت محکم چسبیدید و از هم جدا نشید. از تبعات غالبا سنگین تصمیم درستی که برای تنظیم نظام سرزمینی اند نه هراسند. نزدیک به یک سال گذشته را مرور کنیم. خب یک سو یک جریان فکری که از انسان درستش تا نادرستش را میانگین بگیریم 1.57 بدون آخوند است که به اندازه آخوند از شیوه مملکت داری دور است و گرفتار نامسئله ها یا مسئله های فرعی هستند. خیلی خوب، این پس همون نسل فسیل 57ه که ما سالیان سال داریم صحبتشو میکنیم. باشه، این پس شیوه مملکت داری بلد نیست. قبول، اوکی. ببینیم حالا بعدی ها کیان که بلد نیستن مملکت داری کنن. سوی دیگر نیز گرفتار راحتی خیال از سرمایه اجتماعی ثابت قدم و میهن دوست است و این جریان اگرچه مسئله ایران را در زیست تاریخیش نشان داده. یعنی زیست تاریخیش کی بچه ها دوستان؟ یعنی کی؟ یعنی خاندان ایرانساز پهلوی. دقت کنید، گرفتار راحتی خیال از سرمایه اجتماعی ثابت قدم و میهن دوست است و این جریان اگرچه مسئله ایران را در زیست تاریخیش نشان داده که فهمیده است، یعنی خاندان ایرانساز پهلوی، اما گرفتار هجمه های دشمن تاریخی ایران و ملتش است. یعنی ملت با خاندان ایرانساز پهلوی و پادشاه امروز ما رضا شاه دوم دشمنی دارن. دقت کنید دوستان، ببینید ایرانگرایان چه کسانی هستند. این همه فریاد رضا شاه روحت شاد، فریاد ای شاه ایران برگرد به ایرانو اینا کرن نمیشنون و دارن تزریق میکنن همون چیزی که گروهک های تروریستی مجاهدین دارن میگن، گروهک های تروریست تجزیه طلب داره میگه، مهدی حاجتی هم دقیقا همونو میگه. ببینید میگه اما گرفتار هجمه های دشمن تاریخی ایران و ملتش است و عملا بیش از چند دهه تحت حمله جریان رسانه‌ای غالب بودن از آنها مدافعانی خوب ساخته، اما بوی سازندگان آینده نمیدهند. خیلی جالبه، رضا شاه دومی که نافشو با تیغ سیاست در کاخ پادشاهی بریدند، از زمان تولد تا سال 57 در کاخ پادشاهی زندگی کردند، آموزش دیدند، با سیاستمداران بزرگ دنیا در ارتباط بودند، با در انگلستان، در خیلی از کشورها خودشون به تنهایی به عنوان ولیعهد ایران سفر کردند، بازدید داشتند. تفکری که دارند بوی سازندگی ایران و آینده رو نمیده. اما مهدی حاجتی که یکی دو سال تو شورای شهر بوده این توانو داره، این توان و قدرت رو داره. و ببینید از جمله سازی و کلماتی که برای جمله سازی استفاده شده در این 8 بخش، ببینید این اندیشه از کجا داره دیکته میشه. بریم ادامش. چهره سازی ها را نیز همگی میبینید در کنترل تمام قد 57 هاست. اه، شما در بخش قبلی در بخش پنجم گفتی که اونها عین جمهوری اسلامی هیچی از مدیریت و اینا نمیفهمن، از مملکت داری نمیفهمن. بعد توی چهره سازی ها همه در اختیار 57 هست، پس یه چیزایی رو بلدن. پس شما دارید اینجا
57 رو گنده می کنید که بگید که آقا اینها هستند که میتونن چهره سازی بکنن و دارن میکنن و شما رو دارن مدیریت میکنن، کنترلتون میکنن، نمیذارن شما به خواستتون برسید. یعنی کی؟ 57 همونایی بودن که جمهوری اسلامی رو آوردند. بنده به تجربه شخصی به چشم دیدم که وقتی سمت 57 ها بودم چگونه تبلیغ شدم و وقتی بر آن شدم چگونه تمام آن دستگاه تبلیغی تبدیل به دستگاه بی‌حیثیت سازی شد، بی آنکه به میهنم و مردمم خیانتی کرده باشم. شما همون موقعی که رفتید سمت 57 یا خیانت رو کردی آقای حاجتی، همین الانشم در حال ادامه خیانتی آقای مهدی حاجتی، همین الانشم که من این توییت رو از شما دارم میخونم، این رشتو رو میخونم، شما بزرگترین خیانت رو داری میکنی آقای مهدی حاجتی. مثال دیگر از کنترل شدگی چهره. تصور میکنید که اگر نامه بهاره هدایت را مثلا آرسام محمودی مینوشت، رسانه‌ای به آن میپرداخت یا یک هزارم این افراد در تایید یا رد آن مینوشتند، میدانید که نزدیک به محال است. آری، ماجرا به این سادگی و همزمان به همین سختی است. ما با بحران تصمیم و اراده مواجهیم، چون با بحران چهره مواجهیم. چهره هایی پیشا واقعه که اراده کنند و تصمیم بگیرند، پسا واقعه را بگذارند برای رسانه ها و شبکه های اجتماعی. پایینش هم نوشته مراد از چهره در نوشته بالا چهره میانی در حد اعضای یک دولت نرمال است. نه، شما خودتی آقای حاجتی، شما از کلمه ها و واژگانی استفاده کردی، جملاتی رو نوشتی که نمیتونی بیای در یک پرانتز معنی کنی برای مردم ایران. یادتون باشه آقای حاجتی، آقایونی که در حزب ایران نوین هستید، آقایونی که در اندیشکده کوروش هستید، آقایونی که اومدید جمع شدید خانم ها، و آقایونی که در گروه ایرانگرایان اسمتون اومده بیرون، حالا پشت پرده یاتون هم بهشون میپردازیم. یادتون باشه در زمان مبارزه و زمان جنگ سرباز جماعت براش فرقی نداره که دشمن چه لباسی تنش کرده، وقتی که تشخیص بده دشمن داره میزنتش اما اومده لباس خودی رو تنش کرده تا فریبش بده، سربازی که کارشو بلد باشه میزنه، میفهمه که اون دشمنه، اما برای نزدیک شدن به من، برای نزدیک شدن به میهن پرستان لباسش رو عوض کرده تا فریب بده، به عنوان ستون پنجم وارد بشه، به عنوان اینکه یک نیروی خودی است بتونه نزدیک بشه و از دل نیروهای ما، از دل نیروهای خودی بزنه ما رو نابود بکنه و ما باهاش میجنگیم، ما سکوت نمی کنیم. دوستان، رشدو آقای مهدی حاجتی رو هم دیدید، دقت کنید، برید اینا رو بخونید، برید اینا رو بررسی کنید، ببینید آیا حرف ما درسته یا نه، برید ببینید که مال خودشه. ما ویدیو اسکرین هم گرفتیم، داریم، اگه پاکم بکنه ویدیوش هم موجوده، مشکلی نداره. اما این یکی دیگه از همون افرادی بود که بهش پرداختیم و ببینید که ما انگشت اشتباه نذاشتیم روی افراد و اندیشه ها رو داریم میریزیم بیرون تا درست بشناسید. خب، به پایان این بخش رسیدیم. منتظر بخش بعدی باشید، با ما همراه باشید، در انتشار این برنامه ها کوشا باشید. دوستان، دعوت میکنم از کسانی که تمایل دارن در رسانه سیمرغ با ما همکاری داشته باشن، به ما در دایرکت خودم پیام بدن، چه از طریق اینستاگرام چه در تلگرام میتونن پیام بدن به من، میتونن در یوتیوب پیام بذارن، فرقی نداره، در کامنت ها بنویسید، دوستان ادمین یا خود من رسیدگی میکنیم و باهاتون ارتباط برقرار خواهیم کرد. عزیزان، در بخش ارتش سری ما امروز، تا به امروز بیش از 2500 پرچم سرنگ شیر خورشید نشان تاجدار رو منتشر کردیم در سراسر ایران و بیش از هزاران فرتورهای پادشاهان ایران ساز پهلوی رو، کماکان برای اینکه به این فعالیت میدانی و ملیمون
ادامه بدیم کماکان به کمک شما نیاز داریم. با ما در این زمینه هم همراه باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی برافراشته با پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا برنامه بعدی، بدرود.